اهمیتی نداشته باشه، برای اینکه تاریخ رو در حال حاضر به دنبال مصادره هستن به عنوان روایت ها و ادعاها، و اینی که بتونن تاریخ رو بازنویسی بکنن و جایگزینی کنن با فیک نیوز به جای تاریخ نگاری، تاریخ نگاری داشتم. اگر در قبل آن از نظر جامعه شناسی، تاریخ جامعه شناسی و جامعه شناسی به دنبال آن بودن که عوامل سیاسی به طرف خودشون پادشاهان بیان و بنویسن، امروز نیز آخوندیزم و مولاتریزم نیز به دنبال آن هستش که حالا از شیخ نشین های خلیج فارس باشه تا خود آخوندیزم به دنبال آن هستن که بتونن تاریخ رو اسلامیزه بکنن، و این 1400 سال ادامه داشته. از به آتش کشیدن کتابخانه و کتیبه های جندی شاپور و گندی شاپور ایرانیان گرفته تا اسکندریه، از کشتار و فجایعی که در 1400 سال انجام دادن اسلام زدگان و اسلام گرایان در که بتونن تمدن ایرانی رو بیان تسلیم خودشون میکنن، و پیروزی ایرانیان برام بود که آمدن اسلام رو در بر گرفتن، اسلام زده شدن، ولی اول از طرف دیگه تمدن خودشون رو آمدن و ترجمه کردن به زبان عربی، و از این بوست که یکایی که پژوهشگران به دنبال اون هستن که بتونن از آثاری که از افلاطون، از یکایی که بود و ارسطو و غیرونه که ترجمه شده بود به زبان عربی، بتونن اونها رو بازیابی بکنن و بتونن از قرون وسطا بر روی دکار، بر روی اندیشه ورزی و روی خرد ورزی بتونن دامنه گیتی رو از روی منطق و برهان و استدلال در روشنگری به پیش ببرن. همینطور که یهودیان تاریخ 4000 و 5783 ساله و دیالکتیک خودشون رو که بیش از 1500 سال میگذاره قبل از اینکه اصلا اسلام روی کار بیاد، دیالکتیک تلمودی بوده و آنچه که مناظری امروزی نه بر روی سفت مغلطه و برای دروغ پردازی و فرافکنی باشند، بلکه به دنبال خردورزی آنچه که در ایران باستان در یهودیت میتونیم و همکنشی فرهنگی و تمدنی که در بین این دو بوده رو ما نمیتونیم بیایم و انکار بکنیم. و از این رو آنچه که در حال حاضر در یونسکو